با عرض سلام و درود حق به روان پاک اشرف انبیا، با سپاسگزاری از همه رحمت‌های شما و محبت‌های شما به ادامه سخن در ارتباط با آیه شماره 114 از سوره دوم قرآن مجید می‌پردازیم. سوال شده بود که در قرآن گفته شده آیا که ما به بهشت یا جهنم وارد می شویم یا داخل می شویم. من ندیدم که، یا یادم نمیاد اگر هم هست، که در مورد بهشت و جهنم از کلمه ورود استفاده شده باشه، یعنی ایراد چیزی بر چیزی یا ورود چیزی بر چیزی. داخل شدن و دخول معنی دیدیم که داخل شدن به معنای قرار گرفتن و واقع شدن، ورود و وارد شدن یعنی ارتباط دو موضوع غریبه به وجود آمدن، ولی داخل شدن به معنای مرتبط شدن و ملحق شدن و اتفاق کردن و تلفیق داشتن، یعنی یک شرایطی رو انسان احساس میکنه که در اونجا قرار گرفته، در اونجا داخل شده. وارد شدن بیشتر به یک امر اضافی بر امر دیگر که با هم یکی نیستند. انسان با بهشت و جهنم از نظر مشخصات و طبیعت یکتاست و یکیست. به بیان دیگه بهشت و جهنم در خود آدم وجود داره و این فاصله مکانی و زمانی که ما در ذهنمون برای بهشت و جهنم قائل می شویم به این علت هست که ما چون در محدوده زمان و مکان به وجود آمدیم و در همین محدوده هم زندگی می کنیم، ذهنیت ما هم محدود به زمان و مکانه و ما هیچ نوع هستی و وجود رو خارج از مشخصات زمان و مکان نمیتوانیم که مجسم کنیم یا نمیتوانیم که ادراک داشته باشیم نسبت به اون وقتی که چیزی در بعد زمان و مکان نباشه. این است که ما خودمون رو هم فقط در بعد زمان و مکان میتوانیم ببینیم و بشناسیم و هستی خودمون رو آزمایش کنیم، ولی اگر زمان و مکان برداشته بشه ما قائل و قادر به شناخت هستی خودمون من جمله هویت خودمون نخواهیم بود. بهشت و جهنم یکی از حالات انسان هست، کما اینکه مرگ و زندگی هم یکی از حالات انسانه. انسان داخل میشه یا هم نوع و هم جنس میشه با چیزی که ارتباط و اتصال با او رو پیدا میکنه. این که ما در ذهنمون مجسم بکنیم که یک محلی هست که دارای مکانه، دارای خاکه، دارای زمینه، دارای موجودیت مکانی است و طبعا باید زمان هم داشته باشه. اگه چیزی مکان داره باید زمان هم داشته باشه، اگر چیزی زمان داره باید مکان داشته باشه. زمان و مکان برادرهای هم دیگه هستن و هیچ وقت بی هم و بدون هم جایی بی وجود نخواهند داشت. بنابراین ما اگر بهشت رو در یک مکانی مجسم کنیم، جسمیت بهش بدیم در ذهن خودمون، بایستی که دارای زمان باشه. و اگر که بهشت رو موکول به زمان بکنیم باید دارای مکان باشه. یعنی انقدر که ما گفتیم که در یک زمان معینی از عصر، از زمانی که لااقل با ما معاصر هست زمانی رو شناسایی کردیم،
و زمانی رو اختصاص به وجود بهشت دادیم، بلا فاصله جنت یا بهشت باید برای زماندار بودن مکاندار باشد. یعنی باید یک محلی رو معین بکنید که بهشت در اون محل واقع بشه، و یا اگر بگویید که بهشت در جای معینی قرار داره باید زمان معینی داشته باشه. زمان و مکان دو مختصاتی هستند که انسان در اون دو مختصات آفریده شده، در بعد زمان و در بعد مکان آفریده شده، و هیچ راهی نداره جز این که همه چیزها رو با متر زمان و متر مکان اندازه بگیره، من جمله بهشت، من جمله جهنم، من جمله فرشته، جن، شیطان و نهایتاً علت العلل و وجود حضرت حق رو. همه اینها رو ما برای شناسایی بایستی که در مرحله زمانی و مکانی مراجعه کنیم برای شناخت اونها. در مورد خدا ما به آثار خدا که زمانی و مکانی هستند نگاه میکنیم. یعنی اگر آثار خدا دارای زمان و مکان نمی بودند، ما نه خدا رو می شناختیم نه آثار خدا رو می شناختیم. الان هم خدا رو یا ذات خدا رو نمی شناسیم، اما آثار او رو، اثرهای او رو می شناسیم. چرا؟ چون اثرهای او دارای زمان و مکان است. همینطور بهشت و جهنم رو ما نمی توانیم بشناسیم، به خاطر اینکه احتمالاً دارای زمان و مکان نیستند. نوعی از هستی است که دارای زمان و مکان نیست. به این علت است که ما برای شناخت بهشت و جهنم احتیاج داریم که برای اونها زمان مثالی و مکان مثالی، زمان و مکان تشبیهی و تخیلی ایجاد کنیم. و قرآن هم همین کار رو میکنه، و تئوری و تکنیکی که قرآن موجودات و نوعی از هستی بی زمان و بی مکان رو به ما درس میده از طریق متشابهات است، که هر بار چند کلمه کوتاهی درباره متشابهات میگوییم تا انشاءالله این موضوع کاملا جا بیفتد. سوال دیگری مطرح شده بود که پرسیده بودند، بالاخره ما متوجه نشدیم که شرط ورود یا شرط دخول به بهشت و جهنم چیست با همه صحبتهایی که شما یعنی من انجام دادم. خلاصه آیاتی که از 111، 112 و 113، 114 این 4 آیه رو که برای شما تشریح کردیم، قرآن نهایتاً میگوید که داخل شدن به جنت و واقع شدن در شرایط بهشت نه به قوم مربوطه و نه طایفه مربوطه، نه به ادعا مربوطه، نه به دینهای صنعتی و سوری مربوطه، بلکه شرط ورود به بهشت این است که انسان تسلیم بشود، نفس خودش رو تسلیم کند، خواستهای خودش رو تسلیم کند، و از طریق تسلیم بپذیرد تابعیت از دستورات خدا رو، و همینطور فاعل افعال محسنه باشد، فعل محسن انجام بدهد. یعنی عمل به احسان و تسلیم به قانون و دستورات حضرت حق شرط ورود به بهشت هست، شرط رفتن یا شرط داخل شدن به بهشت است. و مطلب خلاصه مطلب دیگری که در آیه شماره 113 ذکر شد این بود که افرادی که کتاب خودشون رو نمیشناسند و معلوماتی به کتاب خودشون ندارند، مثل ما مسلمان ها، مثل یهودی ها، مثل مسیحی ها، اینها چون پایه و اساس نداره دینشون، بر اساس تخیلات و تصوراتشون دین می سازند.
اون کسی که سرمایه داره دین رو سرمایه داری میکنه، اون کسی که سرمایه نداره دین رو کمونیستی میکنه، اون که از عدالت رنج میبره دنبال اقتصاد کاپیتالیستی هست، اون که جور دیگری هست دنبال سوسیالیسم هست، و همه اینها برداشت های خودشون رو به هر شکلی که باشه به یک نحوی به دین ارتباط میدن، به خاطر اینکه بتوانند از قدرت دین و از اعتبار دین برخوردار باشند. و قرآن میگوید که اینها آیین امانی دارند، آیینی دارند که در سایه تخیلات و تفکرات و آرزوها و تئوری‌های خودشون احساس امنیت میکنند و در واقع کتاب رو به خدمت خودشون در میارن، به خدمت نفسشون در میارن، نفسشون تابع کتاب نمیشه. و بعد هم قرآن همونطور که در جلسات قبل گفتیم اجازه میدهد که افراد در مورد عقیده با هم اختلاف داشته باشن و هیچ عقیده مقدس نیست و هیچ کس نمیتواند مانع اظهار عقیده دیگری بشود و باید افراد در کمال ادب و امنیت عقاید خودشون رو بیان بکنن و اشکالاتی که در عقاید دیگران میبینن هم بیان بکنند و هر کس میتواند که دین مستقل خودش رو داشته باشد، هر کس میتواند مشرک باشد، کافر باشد، ملحد باشد، مرتد باشد و هیچ کس نباید که مانع اونها بشود. و خدا میگوید حتی شما اجازه ندارید حکم بکنید بین اینها، ولی می توانید نظر خودتون رو بگید، از اونها میراد بگیرید، همه این صحبت ها شنیده بشه، پخش بشه و مزاحم و مانع هم نشن، مخل آسایش هم نشن. و بعد در آیه 114 صحبت عبادتگاه و خلاصه مفهوم آیه 114 این است که جز به حقوقی که شاید ما در این جلسات هست که این حق رو هم میشنویم، مثل حق بیان، حق سفر، حق اشتغال، حق تولید مثل، حق نکاح و حق اشتغال، حق تابعیت سیاسی، حق تربیت اولاد و یک سری حقوقی که وجود داره، یکی از مسائل حقوقی، امتیازات حقوقی بشر که کمتر در موردش سوال شده و صحبت شده، موضوع حق عبادت. عبادت برای بشر یک حقه که به هر کسی که میخواهد و به هر چیزی که میخواهد باید بتواند که عبادت کند و دولت‌ها و حکومت‌ها باید برای آدم‌ها امنیت باشته قائل بشوند، امنیت ایجاد بکنند، نه تنها تأمین آزادی بکنند و مراقب باشند آزادی ما حفظ بشه، بایستی که امنیت هم به ما بدهند، تأمین به ما بدهند که ما بتوانیم خداپرست باشیم یا اگر نخواستیم مشرک باشیم. و ما میتوانیم برای عبادت به عبادتگاه های هم دیگه وارد بشیم. ما نباید هیچ کس مانع و مزاحم کسی بشود که چرا آمدی در جایی که تمپل هست، معبد هست یا مسجد هست یا کلیسا یا کنیسه یا هرچی که هست، نبایستی که در اینجا شما وارد بشید مگر اینکه مثل ما عبادت کنید. قرآن میگوید هرگز چنین چیزی نیست. عبادت یک خط حقیست که مربوط به همه انسان هاست و تا وقتی که شما در مسجد رو خراب نکردید، خود مسجد رو به آتش نکشیدید و باعث ناامنی در مسجد نشدید، هر کس میتواند که به مسجد وارد شود و آیین خودش رو انجام بدهد، چون معبد نمیتواند که خانه فردی شخص باشد و معبد وقتی حالت عمومی گرفت جزء اموال عمومه و در کارهایی که اموال عمومی در میان هست هیچ کس نمیتواند برای اموال عمومی و برای جایی که خانه عشیره هست، خانه شهری هست، خانه مملکت هست، در واقع هیچ کس نباید و قادر نیست کسی که از نظر قرآنی که بتواند که تعیین تکلیف بکند که چون من یک معبد ساختم تو تنها میتوانی که به طریق من اطاعت کنی. و گفتیم در برنامه‌های قبل
که این چیزی رو که ما به مؤمنین نسبت میدیم و به عنوان یک حق تلقی میکنیم، این یک جنایته، حق نیست. جنایتی است که مشرکین مکه در زمان رسول اکرم انجام میدادن و اساسا دعوایی که مشرکین مکه داشتن با رسول اکرم سر همین بود و این که میخواستن ایشان رو به قتل برسانند و ایشان به هجرت میروند، متواری میشوند. بقیه قضایا همه اینها مال این بود که مشرکین میگفتن شما اگر که میخواهید در خانه کعبه وارد شوید خوش آمدید، ولی باید مثل ما مشرکین عبادت کنید. ولی بعد که وقتی اسلام دو مرتبه مکه رو فتح میکنه و خانه کعبه رو در اختیار میگیره، آیه‌ای که در اینجا داریم میگوید در دو حالت مشرک رو نباید به معبد راه داد. یکی اگر بخواهد که مانع بشود در اونجا که اسم خدا به زبان بیاید، یعنی الان هم مشرکین اگر رو بدید تعدادشون زیاد میشه، تو هر مسجدی که میان جلوی بقیه مردم رو میگیرن و نمیگذارن کسی حرف بزنه، اونها رو باید مهار کرد. و یا اینکه سعی در خرابی مسجد میکنن، یا مانع ورود دیگران میشون، یا انحصار عبادت درست میکنن، یا شروع به تخریب اون عبادتگاه میکنن. میگوید اگر این کارها رو نکنن، فقط میخواهند عبادت کنن، هر عبادتی که هر کس در هر مسجدی معبدی میخواد انجام بدهد مربوط به خود اوست و هیچ کس نباید مانع و مزاحم او بشود. در آیه شماره 114 اینطور آغاز میشود که و من ازلم ممنع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. نباید و شایسته نباشد و نیست که به سجدگاه ها داخل شوند، دخالت شوند، دخالت کنند. برای ایشان نیست یا مجاز نیست به مسجد درآیند و در امور آن مداخله کنند. مسجدیان باید دخالت ایشان رو در امور عقیدتی و عبادی خود نپذیرند که بیایند و اخلال کنند و دخالت بکنند و فضولی بکنند و مانع بشوند که شما اینطوری نماز بخون، اونطور نماز بخون، دستو بالا بگیر، پایین بگیر، ببند، باز کن. این کارهایی که به هر عنوان میشود قرآن ممنوع میکند. حالا ما میگوییم که البته این مال یهود و مال نصارا است، مال مسلمان هایی که نیست. ما مسلمان های شیعه و سنی ما میتوانیم در مساجد نسبت به هم دیگه تعرض داشته باشیم. مثلا شیعیان در جاهایی که اکثریت و قدرت پیدا میکنند مانع میشوند که اهل تسنن به شیوهی که عقیده دارند به اون شیوه نماز بخوانند. و در جاهایی هم که کسانی که خودشون رو منتسب به تسنن می دانند، مثل وهابی ها، مثل سلفی ها، اینها که اینها نه مسلمان هستند و نه شیعه و نه سنی، بالاخره یک چیزی هستند که بحثش طولانی است، اینها به شدت در محل خانه خدا با ترکه های زهرایین روی دست کسانی میزنن که دستاشون رو نمیبندن، یعنی مثل شیعیان دستشون رو باز نگه میدارن. یعنی منظور به این که نوع عبادت هنوز هم طبق این آیه قرآن به این تخلفات مشغول هستند، یعنی هنوز هم افراد حق آزاد عبادت رو برای هم قائل نیستند و هر کس میگوید به شرطی تو میتوانی که در مسجد یا در معبد یا در کنیسه، کلیسا، تمپل، هر چی که هست وارد بشوی، اگر مثل من نماز بخوانی، مثل من عبادت بکنی، این رو قرآن رد میکند و میفرماید که کیست که ظالم ترین باشد که بتواند از این ظالم تر باشد، یعنی دیگه از این آدم ظالم تر نیست، که منع میکند، جلوگیری میکند، دیوار میکشد در واقع عملا برای رفتن به یا اتحاد و
ارتباط پیدا کردن با مساجد، جایی که سجدگاه مردم هست که در اونجا ذکر خدا به زبان میاد و اسم خدا در اونجا به زبان میاد. نباید برای انسداد ورود به مساجد و نباید برای سعی کردن، تلاش کردن، زحمت کشیدن در خراب کردن این افراد، برای این دو کار نمیتوانند بنان، ولی برای عبادت میبینیم که مانعی برای اونها ایجاد نکرده است. مگر اینکه ادخلوها الا خائفین، اینها مگر در شرایطی که به مسجد در بیایند که بر خود ترسان باشند، بر خود ترسان باشند، یعنی که این احساس قدرت و احساس تحکم و تحکیم و در واقع به کار گرفتن دیگران و تملک دیگران و اقتدار بر دیگران رو قرآن رد میکنه و میگوید که کسانی که به قصد تخریب و مانع شدن ورود دیگران به مسجد میروند نباید بروند، مگر اینکه وقتی به مسجد وارد میشند بر خود لرزان و ترسان باشند. یعنی همون مشرکین رو اجازه میده قرآن که دو مرتبه به خانه کعبه برگردند، همون عبادت خودشون رو هم انجام بدن، ولی در حال ترس باید باشن. چرا؟ برای اینکه نشان دادن هر وقتی که نترسن حمله میکنن، همه مردم رو از مسجد بیرون میکنن، هر چقدر هم بتوانند میکشن. بنابراین میگوید که این وقتی وارد مسجد میشه باید دارای حفاظ باشه، دارای مهار باشه، بفهمه که اینجا اگر شلوغ کنه، اینجا اگر جلوی مردم رو بگیره، اینجا اگر کارهای ناشایست بکنه، اینجا با توسری همراه میشه، مردم دفاع میکنن. اگر این رو بفهمیم و با حالت ترس وارد بشه، ترس نه به عنوان این که ما باید در اینها ایجاد وحشت بکنیم، بلکه ما باید در راه خدا دارای قدرت باشیم، کسانی رو که ما رو از عبادت خدا محروم میکنن، اونها حمله میکنند به ما، ما قادر باشیم دفاع کنیم. ولی اگر حمله اونها فروکش کرد، ما هیچ دفاعی در مقابل اونها نداریم. خود بیاد به مسجد بت بپرسته، بیاد بپرسته. این برداشتی است که من از این آیه قرآن دارم. مثلی هم در فارسی ما داریم که میگوید که خائن خائف است، و طبعا خائف خائن است. خائن به معنای خیانت پیشه، به معنای کسی که کار زشت میکنه. خائن یعنی ترسو، کسی که خوف داره، وحشت داره. و کسانی که دشمن هستند و در گذشته و حال نشان دادند که مانع عبادت مردم و موحدین میشوند، تنها دارویی که قرآن برای اینها تجویز میکنه اینی که اینها اگر که خیلی به خودشون قره نباشند و یک قدرت و یک ارتش و یک نظام و یک ثروتی پشت سرشون نباشه، که احساس غرور و احساس پادشاهی و احساس سلطانی نکنند، اگر اینها لرزان باشن بر خودشون، اگر بترسن، اینها اون وقت به کار مردم فضولی نمی کنن. اگر خواستن عبادت می کنن، نخواستن نمی کنن، مانع عبادت دیگران، همش صحبت مانع شدن در عبادت دیگرانه. و اینکه هر کسی برای خودش یک محلی بسازه و بگوید فقط توی این محل کسانی می توانند بیایند که اون چه عبادت به زعم من است انجام بدهند، قرآن رد می کند این موضوع. یعنی خیانت پیشه، این مثالی که در زبان فارسی هست که خائن خائف است، یعنی خیانت پیشه و کسی که ناقض عهد و فاسق بر عهد است و ظالم ستم و پیشه او ظلم و آزار دیگران هست، بیش از پیشت، بیش از اون چه که بتواند گفته بشود، این شخص بر خیانت خودش آگاه است، یعنی دارای معرفت هست به اون چی که میکنه و میفهمی که کاری که میکنه اشتباه است و از اکتساب محصول و معلولی که خودش به وجود آورده در خوف و وحشت اسیر و گرفتار میشه. اگر شخص خوف داشته باشه،
به این اون حمله نمیکنه و یک نوع آرامش نسبی به وجود میاد تا اینکه خدا رحم میکنه، عنایتی کنه و اون افراد هم چیزی یاد بگیرن. برای این گروه قرآن میگوید که لهم فی الدنیا خزی، برای این گروه در این دنیا ذلت و خاری و رسوایی، بی حرمتی، بدنامی، وحشت، خوف، ادبار، نکبت و بیسامانی وعده شده در این دنیا، نه به دست من و شما بلکه به دست خود اونها، و البته در روز قیامت هم عذاب عظیم برای اونها در نظر گرفته شده. در مورد ظلمی که در اول این آیه مطرح می شود که من ازلم ممن مساجده، چه نیروی، چه مرکزی، چه حزبی، چه کشوری، چه جمعیتی، چه ارتشی، این فقط به یک شخص اشاره نمی کنه، به علت اشاره می کنه، علتی که نوعاً می تواند که فرد باشد، می تواند جامعه باشد، می تواند حکومت باشد. افراد ایجاد قدرت میکنن، ایجاد توطئه میکنن، حزب تشکیل میدن، جمعیت تشکیل میدن و حتی ملت تشکیل میدن و در مقابل این نیروهایی که به دست میارن، جلوی فکر کردن و جلوی تمرین فکر و جلوی عبادت مردم رو سد میکنن و مانع آزادی عبادت برای مردم میشن. به همین علت است که قرآن به این افراد ازلم میگوید، ظالم ترین آدم ها کسانی هستند که فضولی و دخالت و ممنوعیت و تخریب و فساد و تحریف در کار عبادت دیگران انجام میدن و حتی سعی و سرعت و اهتمام و تلاش در ویرانی و در تخریب سجدگاه ها میکنند که در اون سجدگاه ها ذکر خدا و نام خدا یادآور و تذکار میشود. چنین گروهی، قوایی که مانع سجود و تسلیم می شود، که خلق به خالق تسلیم بشود، خلق به خالق عبودیت داشته باشد، و گروهی که با نیت و با سعی هم فکر می کنند و هم تلاش می کنند و هم در تلاش خودشون سرعت دارند و شدت دارند که جلوگیری بکنند از عبادت افراد، عبادت هایی که به زعم اونها با عبادت های این متجاوزین تطبیق نمی کند. برای این گروه در این دنیا دربدری و خاری و ذلت و عدم سکون، نداشتن سکون و متانت برای اینها موجود است و نصیب اونها می شود و اکتساب می کنند خود اونها در قانون عمل و عکس العمل، و در آخرت برای ایشان عذاب عظیم و بزرگ و شامل و درگیر وعده شده است و این یک تعهد خداست و تعهد خدا حتما بایستی که انجام بشود و می شود. تنبیه و مجازات در دنیا برای این افراد البته وجود ندارد که افراد به خودشون اجازه بدهند که مشرکین یا کافرین یا بیدین ها یا حیوان پرست ها یا بالاخره هر آدمی و هر شکلی که هست، هیچ کس حق ندارد متعرض هیچ کس بشود و هیچ کس حق ندارد که
یک دینی رو بر دین دیگر تشریف بدهد و ترجیح بدهد. هر کس می تواند هر دینی برای خودش انتخاب کند. حکومت ها و دولت ها موظف هستند که مردم رو مورد حمایت قرار بدن که هر کس به هر روشی و آیینی که مایل است عبادت بکند. در این آیه شریف و شامل در واقع باید گفت به چندین مهم حیاتی اشاره میکنه در اینجا و همینطور چیزهایی که ارزش تاریخی دارن، ارزش علی دارن، علت یک معلولی میشوند. نخست باید دانست که در صدر اسلام و در زمان ادامه نزول آیات قرآن ساختمانی و معبدی به نام مسجد به این شکل امروزی و به مفهوم دوران بعد از رحلت حضرت رسول، چیزی به نام مسجد در زمان ایشان جز مسجد حرام وجود نداشته. و منظور من این نیست که سجده نمی کردن یا عبادت نمی کردن یا مفهوم مسجد برای اونها متجلی و متبلور نمی شده، اون رو عرض نمی کنم. عرضم این است که به مفهوم ساختمان و بنا و مرکز پرستش و عبادت و همینطور به منزله سالن اجتماعات و نوعی مجلس مشاوره و رسیدگی به اوضاع و اجتماعی و شرایط مردم بعد از حضرت رسول آغاز میشه و تأسیس میشه و شروع به کار میکنه. و بعد از آشوبها و طوفانهایی که بعد از رحلت رسول اکرم در زمان خلیفه بعدی، خلیفه اول ابوبکر در زمان او که خب خیلی اختشاش ها زیاد بوده، ولی در زمان عمر فاروق خلیفه بعدی، خلیفه دوم، میبینیم که این شالوده چیزی به نام مسجد، به نام نماز جمعه، به نام خطبه، تمام این چیزهایی رو که میبینیم در واقع بعد از گذشت 2 یا 3 سال دوران آشفتگی و آشوب شدیدی که با رحلت رسول اکرم آغاز میشود، در زمان خلیفه دوم با قدرتی که او داشته پروکش میکند و از نو در واقع حکومت قانون در اسلام و در بین مردم آغاز میشه. اولین مسجد و معبد برای موحدین قرآنی همین محل ساختمانی است که امروز از آن به نام خانه کعبه نام برده میشود و قرآن از آن به نام مسجد الحرام نام میبرد. البته مسجد یعنی محل سجدگاه، جایی که انسان پیشانیش رو به خاک می‌ساید و مفهوم مسجد و لزوم ایجاد مسجد که انسان یک جایی احتیاج داره که پیشانیش رو روی خاک بگذاره و تعهد کنه با خدا یا راز و نیاز کنه با خدا، این بعدها به صورت طبیعی و عامل تأسیس مراکزی می شود که امور عبادی و ارادی توأم اداری، توأم با هم امور اداری و سیاسی و هم امور عبادی و تسبیحی مردم در اونجا واقع می شده و سامان می گرفته. خب طبیعی هم هست که مردمی که در صحرا پراکنده بودند، اینها البته برای اینکه بخواهند و بتوانند که آیین خودشون رو سامان بدهند و به یک نظام متحدی تبدیل بشوند، طبعا میبایستی یک مرکز اداری میداشتند که در اونجا جمع میشدند، که البته در اون مرکز اداری که کارهای مشاوره و قانونسازی انجام میشد، مرکز عبادی اونها هم همزمان همون محسوب میشد. ساختمان و مرکز مسجد الحرام مربوط به دوران ابراهیم می شود و تأسیس اولیه و بنای ساختمان مسجد الحرام به حضرت آدم نسبت داده شده. ساختمان
و بنای خانه کعبه به کرات و کسرات مورد تهاجم و ویرانی و تخریب و تبدیل و تعبیض قرار گرفته و بارها با خاک یکسان شده و بارها در ابعاد و اشکال مختلف بنا شده. یکی از چهره‌های معروفی که خانه کعبه رو و اطرافش رو با خاک یکسان میکنه، هیچ اثری از آثارش نمیمانه، جناب ابراهه است که حمله ایشان با فیل و ابا بقیه داستان در قرآن هم به همین نام سوره نازل شده است. همین خانه کعبه بارها در ابعاد و اشکال مختلف بنا شده و نهایتاً در عصر ظهور اسلام و بعثت رسول اکرم به صورت یک مرکز عظیم شهری و اداری و عبادی بوده و از امکانات رفاهی شهری و همینطور امکانات تجارتی، مسافرتی و پذیرایی کاروانها، مسافرخانه ها، انبارها، دفاتر بازرگانی و چیزهای نظیر این در زمان رسول اکرم در اون خانه‌ای که خانه کعبه نامیده می شده یا سیویک سنتر به زبان شاید فرنگی ها مرکز شهر یا مرکز تجارت شهر محسوب می شده. از نظر تاریخی من اگر خاطرم باشه، حالا در یک برنامه‌ای که کوتاه‌ترم باشه، راجع به تعهدی که خدا از قوم قریش گرفته در سوره‌ای که به همین نام ایلاف هم هست با هم در اونجا صحبت میکنیم. از نظر تاریخی در بین اعراب 4 ماه از سال جنگ و خونریزی ممنوع بوده و در سایر موارد تحصن به ارک دولتی که همون خانه کعبه بوده و مقر حکومتی هم همونجا بوده به عنوان خانه امن و به عنوان خانه مصون از تعرض محسوب می شده. به این خاطر است که هر کس با هر عقیده‌ای که داشته برای رسیدن به خانه امن، برای در پناه بودن و در امنیت قرار داشتن و اگر کسی وارد خانه کعبه می شده هیچ کس نمی توانست متعرض او بشود. چرا؟ چون متحصن شده بوده، یعنی تحصن و تعرض با هم جمع نمیشه و کسی که وارد حس نمیشه، وارد قلعه میشه، تحصن میکنه، قلعه پذیر میشه، این در امنیت اونجایی که وارد میشه دارای در واقع نوعی اطمینان به قانون و نوعی اطمینان به همه افرادی است که در اون منطقه هستن که کسی اگر وارد حس حسین شد این شخص از تعرض مصون و محفوظ باید بمانه و میماند. این شرایط امنیتی بود که خانه کعبه در اون زمان برای مردم فراهم میکرد. بیشتر علت جدال و جنگ بر سر تسلط و حاکمیت بر خانه کعبه به خاطر داشتن حاکمیت بر حکومت محلی و ولایت مکه بوده است. خیلی مهم بوده است ولایت مکه که در واقع شاخرگ سیاسی مناطق اون زمان بوده و هر کسی که این قدرت مرکزی رو به دست می گرفته در واقع به همه دیگران فرماندهی داشته. در مورد نقش حساس مرکز تجاری و عبادی و ارادی و اداری و شهری مکه، شاید که همونطور که عرض کردم با اشاره به سوره های مربوطه وقت دیگری بیشتر مربوط باشد توجیه می شود که صحبت بشه. همینقدر در اینجا باید بگویم که برای درک مفهوم و اهمیت واژه مسجد و مساجد باید توجه به ریشه این واژه و اهمیت فوق‌العاده و خطیر اون در زندگی سیاسی و عبادی اعراب داشت. اگر به این یک مطالعه کوتاهی در این زمینه بشه بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. خانه کعبه در بازگشت قوای اسلام از مدینه به مکه
به تصرف کامل قشون اسلام در میاد و طبق قرارنامه های خاصی که به اصطلاح با مشرکین به عمل میاد و در واقع حالت تسلیم و تسخیری که انجام شده بوده، مشرکین خانه کعبه رو تخلیه میکنند و در واقع رفع ممنوعیت میشه از خانه کعبه برای ورود موحدین به خانه کعبه. و با در زمان قبلی، یعنی با منع پرستش و سجده کردن مسلمین و مانع شدن عبادت اونها که منجر به تهدید رسول اکرم و اخراج ایشون و فرار ایشان میشه، مشرکین از انجام عبادات خود در خانه کعبه بعد از اینکه اسلام در واقع مکه رو بازپس میگیره، این عملی میشه و با منع پرستش و سجده کردن مشرکین در حوزه کعبه، اهمیت کعبه از نظر حکومتی، از نظر تجارتی، از نظر شهریت تقریبا منقضی می شود و خانه کعبه از یک مرکز بزرگ تجارتی و یک مجتمع سیاسی و اداری و عبادی و تجاری به صورت یک مرکز واحد برای امور عبادی موحدین و به عنوان یک مرکز جهانی تأسیس مجدد می شود. یعنی که تمام اون کارهای جنبی از مکه دور می شه، از کعبه دور می شه و کعبه به صورت خالص فقط برای عبادت مورد مصرف قرار می گیره. در اشغال خانه کعبه به وسیله قوای اسلامی، مشرکین به طور کامل از ورود به مکه منع نمی شوند، ولیکن عبادت به نیت تخریب و تبدیل محل عبادت و ایجاد ممنوعیت برای عبادت موحدین منع می شود. به بیان دیگر، وقتی که مشرکین مسلمین رو بیرون می کنند که شما باید مثل ما نماز بخوانید، مثل ما مشرکین، اسلام این کار رو نمی کنه. اگر اسلام این کار می کرد که ما هم مثل مشرکین بودیم. وقتی که اسلام بر می گرده و خانه کعبه رو در اختیار خودش می گیره، می گوید که من مثل شما عمل نمی کنم، من شما رو در این بیت حرام، در این مسجد الحرام راه می دهم، مشروط بر این که شما در اونجا فقط عبادت کنید، هر عبادتی می خواهید بکنید، اما اگر سعی کردید که اونجا لشکر وارد کنید و اونجا رو تبدیل به یک پایگاه نظامی کنید و بعد از ورود ما مسلمانان و موحد جلوگیری کنید، ما این مرتبه حواسمون جمع هست، اونجا نمیذاریم شما برید. ولی اگر بخواید بیایید اینجا و عبادت بکنید، نمیتواند بر اساس منطق قرآن که جز این باشد که قرآن بگوید اگر در این مسجد وارد میشوی باید دستت رو ببندی یا دستت رو دراز کنی. این از افتراهای بسیار زشتی است که ما احیانا به خدا وارد میکنیم. بنابراین در اشغال خانه کعبه که به وسیله قوای اسلامی واقع میشه، مشرکین به طور کامل از ورود به خانه کعبه منع نمیشوند، بلکن عبادت به نیت تخریب مسجد و همینطور ایجاد کودتا و قدرت گرفتن و بعد شوریدن بر عابدین و اون حال بیرون کردن و دو مرتبه شیوه قدیمی رو در انحصار عبادت به دوش کشیدن هست که قرآن رد می کند و می گوید اینجا برای خرابی و برای ایجاد مانع نمیتواند مشرک بیاید، ولی مشرک میتواند به خانه کعبه برود و میتواند در اونجا به روش خود مشرکان عبادت خدای خودشون رو به عمل بیاورد. هیچ مانعی برای این کار اینها در قرآن دیده نمیشود. مانع قرآنی مربوط میشود به اینکه این افراد ایجاد قدرت کنند و نهایتاً کودتا کنند و موحدین و دیگر اندیشان رو از مکه و خانه کعبه بیرون کنند.
دو چیز برای مشرکین منع می شود، برای همه من جمله مشرکین در ارتباط با مسجد. یکی این که اگر آمدید تو صاحب خانه نشوید که از ورود بقیه جلوگیری کنید، یک. و دوم این که شما نمی توانید که باعث تخریب عقیدتی یا تخریب بنایی مکه بشوید، کعبه بشوید. مسجد الحرام نام خانه کعبه است و یک مرکز جهانی بوده و دارای شرایط و ضوابط فرهنگی در عصر در واقع زیارت و ادای احترام برای مسلمین است. در حال حاضر اعمال و رفتار شخصی در خانه کعبه ممنوع است و به این لحاظ دارای حرمت است. یعنی برخی از اعمال در اونجا مجاز نیست و بنابراین اصل مسجد حرام برای این است که حرمی است که حفظ حرمت اون حرم بخشی از شرایط عبادت مسلمین رو تشکیل میده. خانه کعبه یا مسجد الحرام نمونه ساختار ذهنی و ساختمانی و هدف و مقصود در ایجاد حرم و ستایش در حرم هست. یعنی فلسفه عبادت و فلسفه ستایش و اساسا نام حرم گذاشتن بر مرکز عبادت در تعقیب و در تقویت این فکر اساسی است که برخلاف عبادت مشرکین که یک مباشر و یک سنگ، یک پیامبر، یک سخنگو، یک نماینده، یک امام که اینها نماینده ها بودن و بعد یک خدا که حالا اون خدا ممکنه حیوان باشه، جماد باشه، چیزهای دیگه باشه، عبادت به این شکل بوده، طبقه بندی بوده. یعنی من یک رئیس داشتم، به اون رئیس بعد ستایش میکردم، رئیس من به رئیس دیگر، همون تا میرسیده به کاهن بزرگ و بعد به کسی که زبان بت‌ها و زبان خدایان رو میشناخته و میدانسته و همه کارها به او برمیگشته. او از خدایان میشنیده، از خدایان باز میگفته و ما از طریق او میفهمیدیم که خدایان چه میگویند. یکی از انقلابات عبادی که در اسلام انجام شده این است که ساختار ذهنی واسطه بین انسان و خدا را از بین برده و در واقع واژه حرم که برای اعراب بسیار واژه شناخته شده است، یعنی جایی که خلوتکده است، خلوتکده است که انسان به اوج لذت میرسد، خلوتکده است که دارای امن و امان است، دارای امنیت است، دیگران حق ورود به اونجا رو ندارند، حق مزاحمت ندارند، حق دخالت ندارند و در اونجا انسان هم از لذت برخوردار میشه، هم از عافیت برخوردار میشه و هم از امنیت برخوردار میشه در کنار امتیازات دیگر. این واژه حرم به لحاظ خواص مختلفی که داشته و همه اینا شناسای اعراب اون زمان بوده، این عبادت رو در حرم قرآن توصیه میکنه و اولین و مهمترین مرکز سجدگاه مسلمین جهان یا موحدین جهان نام حرام یا نام حرم به خودش میگیره و جایی است که سجدگاه، یعنی که پیشانی انسانها در اونجا به خاک آستانه حرم ساییده میشه و تبرک میشه و این محل عبادت رو قرآن حرم میگوید. حرم یعنی هیچ فاصله‌ای بین تو و معشوق نیست.
هر دو در حرم وارد می شوید، هر دو در شب زفاف قرار می گیرید و هر دو در وصال و وصل قرار می گیرید و متصل می شوید به هم، مرتبط می شوید به هم. در اسلام وقتی که آدم از لابلای خطوط قرآن استنباط می کنه که موضوع عبادت و موضوع عبودیت در بعد حقوقی که خب وظیفه ماست، دین به خدا داریم که فرمانهای خدا رو انجام بدیم و اطاعت کنیم، اما در این حال در مقابل این مسائل حقوقی و قانونی ما یک رابطه معنوی و رابطه عرفانی و رابطه لطیف دوستی و رفاقت با خدا داریم و اون رفاقت یک امر خصوصی است که بین یک شخص و خداست، حتی شخص دوم در این ماجرا وارد نمی شود، چه برسد به پیامبر، چه برسد به امام، چه برسد به شریک، چه برسد به کسی که به انسان نصیحت می کند. حرم وارد انسان در ذهن خودش، حرم منظور یک جایی نیست که دورش دیوار باشه، حرم چیزی است که در ذهن انسانه و در اونجاست که انسان ذهنیتی میسازه که فقط خودش هست و خدای خودش هست. در دل پس از این راه ندهم شعرش، حالا یادم نیست که مفهوم شعر حافظ این است که میگوید بعد از این هیچ کس رو در حرم بین خودم و خدا موقع عبادت راه نمیدم. حالا موقع تنفس غزلش رو پیدا میکنم. هیچ کسی رو من در حرم خودم راه نمیدم، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. هر وقتی که خدا با من حرف میزنه و من با خدا حرف میزنم و با او مشغول راز و نیاز هستم، در واقع مهر میذارم به سخنان دیگه، مهر میذارم به واردین دیگه که نتوانند به حرم ذهنی من که مشغول عبادت هستم وارد بشوند. در عرفان، در عرفان اسلامی عبادت رو با معاشقه برابر می دانند و به همین علت هست که در تشبیهات عرفانی در آثار عرفا ما خدا رو به صورت ماده می بینیم، در صورتی که در شریعت و در بعد حقوقی که خدا رو خارج از حرم می‌بینیم، یعنی یک خدایی می‌بینیم که دارای قانونه، دارای حکمه و ما یک سری وظایفی به او داریم، تعهداتی مطرح است. 99% شریعت بر اساس تعهد بنا شده و تعهد یک امری است که اجتماعی است، مربوط به جامعه میشه و هیچ جنبه خصوصی و تحریم و حرمت حرم نداره که دیگران تحریم بشن از ورود به اون، اصلا مربوط به دیگرانه، شریعت مربوط به دیگرانه، طریقت مربوط به شخص و خداست. و قرآن وقتی وارد اون باب میشه، اطاعت از قوانین خدا شریعت است، تسلیم به قوانین خدا طریقت هست که در اون باب وقتی که انسان تسلیم میشه و احسان میکنه، احسان یک پله از در عمل صالح بالاتره، عمل صالح در جامعه صلح به وجود میاره، ولی برای صلح به وجود آمدن ممکنه بعضی وقتا شدت عمل هم لازم باشه، ولی در تسلیم و احسان که پایه های معاشقه با خدا هستند، پایه های ورود به حرم هستند، احسان وجود داره. احسان یعنی که زیباترین زیبایی ها رو پیدا کردن و ایثار کردن، هر چیزی که از اون زیباتر، نیکوتر و داناتر پیدا نمیشه انسان یافت کنه و اون رو در طبق اخلاص به دوست واگذار کنه و چون دوست در ذهن ما حاضر نیست، به آثار دوست، به مخلوق دوست اینها رو تعارف کنه، پیشکش کنه بهترین ها رو، زیباترین ها رو. منظور مرحله عبادت در کنار اطاعت،
نوع رابطه مخلوق و خالق در انحصار، در انحصار و در اسراء، اسراء با همزه و سین و علیف، در حالت اسراء و در حالت احرام عبادت انجام میشه. اسراء یعنی سفر شبانه. سوره اسراء هم در قرآن داریم که معراج در همون سوره تعریف شده که واقع میشه. سفری که شما نه مسافر رو میبینید، نه مبدع رو میبینید، نه مقصد رو میبینید. تاریک تاریک همه جا، هیچ چیز دیده نمیشه، ولی سفر انجام میشه و هیچ کس نمیتواند شرح سفر رو بنویسد، چون در تاریکی انجام شده. اسراء یعنی سفر شبانه. همه اینها اشاره میکند به اینکه معبد محلی است که انسان، انسان عابد، انسان عبید، به لحاظ عبودیتی که داره از خودش خالی میشه. عابد هیچ ندارد، کاملا خانه رو تخلیه میکنه، هم تزکیه میکنه و هم تخلیه میکنه، خالی میکنه. اون وقت خدا در وجود او وارد میشه و ریزش میکنه، درست مثل یک فنجانی که مثل این فنجان آب که شما تا وقتی که توی این پر از آب، اون رو پر از آب نگه دارید، تحت هیچ عنوان هوا وارد این نمیشه. اما اگر شما این آب یا مایع درون این فنجان رو بیرون بریزید، در همون لحظه ای که آب از این خارج میشه، هوا در این وارد میشه. یعنی این تعامل بین آب و هوا در واقع تعامل بین عابد و معبود است که عابد وقتی در مقابل معبود قرار میگیره، رابطه اجتماعی او از طریق اجتماعیات و اقتصادیات و قوانین حقوقی و شریعتی خدا وارد رابطه مستقیم عبادت می شود. یعنی شخص در عبادت از اطاعت می گذرد به حالت تسلیم می رسد و در اونجا همه سعی عابد این است که از خود تهی شود و به خدا پر شود. و وقتی چنین می شود، چنین حالت زفاف و چنین حالت وصال و چنین حالت تحلیل و انحلال و استحاله انجام می شود، اینها حالاتی است که تمام درهای حرم بسته می شود و فقط ذهن عابد و ذهن معبود در مقابل هم قرار می گیره و دیگران در این حرم، حرم ذهنی، جایی ندارند. و به این لحاظ است که قرآن در کمال حیرت و تعجب برای عبادت از واژه حرم و حریم و تحریم و حرمت نام میبره، که در جایی پیشانی خودتون رو به خاک میگذارید که جز شما و خدا هیچ ذهنیتی در اون حوزه رابطه، در اون حوزه حرم ذهنی وجود نداره. از اتاق فرمان اشاره میکنند که ما باید وقت رو نگه داریم و میگویند که شما با اضافه و طولانی و کوتاه صحبت کردن ساعت‌های برنامه تلویزیون رو به هم می‌ریزید و کار اتاق فرمان برای تنظیم برنامه‌ها مشکل میشه. با شما فعلا خداحافظی می‌کنیم. دقایق دیگر باز می‌گردیم، با شما خواهیم بود.